امروزه کمتر کسی است که نام هرمس تریسمگیستوس را نشنیده باشد. از او به عنوان فرهیخته ترین، داناترین و خردمندترین فرد در دنیای مصر باستان یاد می شود. کسی که گفته می شود هرمتیکا، یعنی مجموعه بسیار متنوع از علوم باستانی را نوشته است. علومی که اساس نظام‌های فلسفی مختلف به نام هرمتیک را تشکیل می‌دهند. هرمتیکا اساساً به دو بخش تقسیم می‌شود: فنی و فلسفی. فنی شامل انواع گسترده‌ای از تومارهای مربوط به طالع‌بینی، پزشکی و کیمیاگری است و بخش فلسفی آن عمدتاً در رابطه بین انسان‌ها، کیهان و خالق متمرکز است. این بخش انسانشناسی فلسفی، کیهانشناسی و الهیات را با هم ترکیب می کند. بسیاری از آنها نیز پندهای اخلاقی هستند و خواستار شیوه زندگی هستند که منجر به تولد دوباره روحانی و در نهایت الوهیت در قالب یک صعود به جهانی بالاتر می شود. منجم با نفوذ ایرانی ابو مشعر بلخی در متون خود مرتباً به کیهانشناسی هرمتیکا اشاره می کند و هرمس را والاتر از یک منجم توصیف می کند. در طول قرون وسطا و رنسانس نیز هرمتیکا از اعتبار زیادی برخوردار بود و در میان کیمیاگران محبوب بود. بیشتر دانشمندان بیزانسی هرمتیکا را منشأ آگاهی خود می دانستند. به طور کلی، حکمت منسوب به هرمس تریسمگیستوس در دوران باستان، دانش هر دو دنیای مادی و معنوی را در هم آمیخت، به طوری که آثار منسوب به او را برای کسانی که به ارتباط متقابل بین مادی و معنوی علاقمند بودند، مرتبط ساخت. نقش هرمس تریسمگیستوس را هم در نوشته‌های مسلمانان و هم در نوشته‌های بهائیان می‌توان یافت. در آن روایات هرمس با ادریس نبی مرتبط بوده است و بدون شک می دانید که ادریس به عنوان سومین پیام‌آور شناخته می شود. نقل قول‌های هرمسی نیز در آثار کیمیاگران مسلمانی مانند جابر ابن حیان و ابن عمیل یافت می شود. در واقع این دو حدود 960 نقل قول هرمسی را در سراسر آثار خود نقل و تفسیر کردند. بهاءالله مؤسس دیانت بهایی نیز در لوح خود به نام لوح خرد ادریس را با هرمس یکی می داند. گفته می شود که هرمتیکا آموزه ای را در خود دارد که مدعی الهیات واقعی در ریشه همه ادیان است که از دوران باستان تا کنون به انسان داده شده است. هرمتیک گرایان به یک خدای متعالی و اینکه همه یکی هستند معتقدند. سنت اصلی هرمتیک تلاش برای کشف تأثیر یک چیز بر چیز دیگر است. این سنت در تلاش است تا پدیده‌ها را درک کند و یاد بگیرد که چگونه آنها را دستکاری کند. اما هرمس واقعاً چه کسی بود و این علوم منحصر به فرد خود را از کجا آورده بود؟ در ابتدا دو نکته مهم را باید در نظر گرفت. اول اینکه به عقیده برخی هرمس یک شخصیت افسانه‌ای است و در واقع هرمس از طریق تلفیق بین خدایان باستانی سرچشمه گرفته است. و نکته دیگر اینکه او را مرتبط با خدای مصر باستان تاوس می‌دانند. در واقع باور بسیاری بر این است که تاوس و هرمس هر دو یک نفر هستند. در واقع تاوس یک خدای مصر باستان است. او را اغلب در حالی که آنخ را در دست گرفته بود نشان می دادند که نماد مصری برای زندگی بود. در هنر او اغلب به عنوان یک مرد با سر یک پرنده به نام ایبیس به تصویر کشیده می شد. زیرا مصریان از او به عنوان خدای ماه یاد می کردند و مصریان منحنی منقار ایبیس را به عنوان نمادی از هلال ماه می دیدند. به طور کلی از او به عنوان خدا یاد می شد. اما نکته اینجاست که زمان زندگی ادریس نبی، تاوس و هرمس به هیچ وجه همخوانی ندارند. در واقع تفاوت چند هزار ساله است و البته این در حالی است که ادریس به طور کلی همان ایناک یا همان خنوخ است. حالا به این دقت کنید.
اگر به یاد داشته باشید در ابتدای ویدیوی خرد هرمتیک گفتم که این 7 اصول که پایه و اساس هرمتیک را تشکیل می‌دهد در واقع بخشی از کتابی به نام برگ هاست که در واقع 7 مرحله رسیدن به اسرار میتراس است. اما چرا این مهم است؟ چون به شما کمک می‌کند تا بفهمید که هرمس واقعاً چه کسی بود. آیا به یاد دارید که در برخی از ویدیوها گفتم که این 3 نفر در جای جای مهم تاریخ دیده شدند؟ برای مثال هنگام تولد عیسی و یا هنگام نابودی شهر سدوم. خب حالا به این دقت کنید. همانطور که قبل‌تر گفتم نام او هرمس تریسمگیستوس است که در واقع ریشه یونانی دارد. تریسمگیستوس در واقع لقبی برای هرمس است و این از 2 جمله تریس و مگیستوس تشکیل شده است. تریس یعنی 3 و مگیستوس یعنی بزرگ، یعنی فرزانه، یعنی خردمند و این یعنی هرمس 3 بزرگ، 3 خردمند، 3 فرزانه. اما بر اثر اتفاق با موضوع جالبی روبرو می شوید. اینها لقب‌های 3 فردی هستند که هنگام تولد عیسی بر بالین او حضور یافتند. 3 پادشاه فرزانه، 3 بزرگ آیین مهرپرستی یا زرتشتیت که مگی و در پارسی مغ لقب دارند. بله درست شنیدید. اما می دانید جالب کجاست؟ فقط کافی است که این حرف یونانی را کمی بچرخانید تا مگیستوس به مگیستوس تغییر کند و این یعنی هرمس 3 مگی، 3 مغ. بله هرمس نه یک شخص بلکه 3 شخص هستند. در واقع هر 3 یکی هستند اما هر یک دیگری نیستند. هر که خرد دارد این را محاسبه کند. این 3 که آیین باستانی را در اختیار دارند و از این خرد باستانی محافظت می کنند. حالا به این دقت کنید. ریشه نام هرمز از اهورامزدا می آید. در ایران باستان این نام لقب افراد خردمند بود. همچنان که معنای لغوی کلمه اهورا یعنی ارباب، خدا و مزدا یعنی حکمت، خرد است. یعنی خدای خرد و دانایی. و نکته این است که لقب فرد خردمند در یونان باستان هم هرمس بود. در نتیجه خردی باستانی که به طرق مختلف گفته شد و سپس گرد هم جمع‌آوری شد و شخصیتی به نام هرمس تریسمگیستوس را خلق کرد. اما قرون وسطا به اصطلاح دوران نمادگرایی خارق‌العاده بود. کسانی که خود را هرمتیست می‌نامیدند، هیولاهای ترکیبی را ابداع کردند که از خدایان مصری وام گرفته شده بود. کابالیست‌ها پرده‌ها را با مهرها، جادوها و امضاهای عجیب شیاطین کنار می‌زدند. کیمیاگران حجم عظیمی را با فرمول‌های عجیب و غریب پر کردند که از خواص عرفانی وزغ و خون اژدها می‌گفت. با این حال چه کسی میتواند منکر این باشد که آیین باستانی ماندگار شده و هنوز در دسترس کسانی بوده که چشمانی برای درک حقیقت شکنجه شده دارند؟ آری، از تاریکی تمدن منحط در سراسر صحرای قرون عقیم و در نهایت از طریق دریای سرخ تفتیش عقاید عارفان خرد باستانی پیروزمندان اسرار را تا به امروز حفظ کردند. بدون شک با کان سن ژرمن آشنا هستید. اگر نه ویدیوی بیایید تا فیلسوف باشید را تماشا کنید. کان سن ژرمن یکی از کلیدی ترین افراد تاریخ است، زیرا در طول تاریخ در حساس ترین لحظه ها در نقاط مختلف دنیا از لشکرکشی نادرشاه به هند گرفته تا انقلاب فرانسه، روز استقلال آمریکا، حتی سازماندهی کودتا در روسیه دیده شده. حالا چنین کسی در کتاب خود به نام مقدس‌ترین حکمت سگانه لباس کاهنان آیین مهرپرستی را می پوشد و مسیر خرد را آغاز می کند و راهنمای او در این مسیر کسی نیست جز آموزگار بزرگ زرتشت. و در کتاب او رسماً به زبان پارسی قدیم اشاره می کند و می گوید که با زبان مقدس با کاهن بزرگ سخن گفت.
و سپس او پس از گذراندن آزمون‌های سخت به درجه استادی رسید. آری او به مقدس‌ترین حکمت سگانه دست پیدا کرد. او اکنون یکی از آنها بود، کسی که علوم را دریافت کرد. به این دقت کنید. باستانشناسان و همچنین مورخانی همچون والتر اسکات، فلیندرز پتری و غیره تاریخ متون هرمتیک را بین 500 تا 300 قبل از میلاد قرار دادند و این دوره دقیقاً زمانی است که داریوش کبیر فرعون مصر بود و در واقع او بود که بزرگان آیین را همراه خود به مصر برد. آنچه می‌بینید نماد مهر فیلسوف، یکی از مشهورترین نمادهای هرمس در کتاب هرمتیکا است. این نماد از یک دایره بزرگ که بیانگر چرخه زندگی، طبیعت نامتناهی و ابدی کیهان است تشکیل شده. همچنین یک مثلث که نشان دهنده ارتعاش، فرکانس و انرژی است. نشان دهنده روح، جسم، آگاهی است. نشان سه عنصر کیمیاگری گوگرد، نمک و جیوه است. سپس مربع که چهار گوشه آن مثلث را لمس می کند و نشان دهنده چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش است. و در نهایت دایره کوچکتر که نمایانگر عنصر پنجم یعنی اتر است. اتر عنصری است که گمان می رود در همه چیز در جهان نفوذ می کند و همه چیز را به هم متصل می کند. اما اکنون به شما نشان خواهم داد که این نماد منشأی از ایران باستان دارد. این دایره در ایران باستان نماد چرخه زندگی، طبیعت نامتناهی و ابدی کیهان است، همچنان که در فروهر نمایان است. این گل زندگی را در جای جای هنر معماری ایران زمین می توانید ببینید. آنچه در تصویر می‌بینید تریکوترا است، نمادی از ایران باستان که برای اشاره به سگانگی استفاده می‌شد، اشاره به سه حالت ارتعاش، فرکانس و انرژی، به روح، جسم و آگاهی. این نماد از حدود قرن 4 قبل از میلاد برای تزئین سرامیک در ایران متداول شد و پس از آن برای اولین مرتبه در خارج از ایران در روی سکه‌های اولیه لیکیا ظاهر شد. این مربع که نماد زمین است و اگر خطی از هر ضلع که مثلث را لمس می کند به مرکز بکشید می شود نماد چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش و سپس دایره کوچک که نماد اتر است. البته در ایران باستان اتر اینگونه ترسیم می شود، اما اگر دو خط به عمودی و افقی از مرکز دایره رسم کنید دوباره همان اتر ایران باستان را به دست می آورید. این همان پنجمین ستاره در بالای ستاره‌های سلطنتی پرشیا است که با هم ستاره پنج پر را تشکیل می‌دهند. من قبلا در یک ویدیوی جداگانه این ستاره‌ها را تشریح کردم که می‌توانید تماشا کنید. به طور کلی در نمادی که در کتاب هرمتیکا وجود دارد، همه نمادها در داخل دایره بزرگ ترکیب شده‌اند که اینها با هم به وحدت و هماهنگی بین این عناصر اشاره می‌کنند. به این شاهین طلایی نماد سلسله هخامنشی دقت کنید. او در چنگالش دو گوی طلایی گرفته است و بالای سرش نیز یک گوی طلایی دیگر دارد. این اشاره به همان سه عددی دارد که نیکولا تسلا از آن می گفت. اشاره به همان ارتعاش، فرکانس و انرژی دارد. این همان مثلث معروف است. از پایین بدن تا زیر گردن شاهین 13 خط وجود دارد که این عدد را در ایران باستان نماد قدرت و درک می دانستند، نمادی برای به کمال رسیدن. حالا اجازه دهید بین 6 خط بالا و 6 خط پایین یک علامت بگذاریم. حالا اگر پرهای شاهین را بشمارید 12 عدد هستند و اگر 12 را تقسیم بر 2 کنیم می شود 6. پس اجازه دهید تا یک خط از نقطه میانی به بالای پرهای اول و ششم بکشیم و در نهایت دو خط از مرکز به دو طرف دوم شاهین می‌کشیم. خب، آنچه در تصویر می‌بینید اعدادی هستند که جهان مادی را تشریح می‌کنند و همچنین اعدادی که جهان مادی را به ابعاد بالاتر متصل می‌کنند. در واقع آنچه را امروزه در قالب علم مدرن کشف می‌کنیم چیزی نیست جز به یاد آوردن همان علوم باستانی.
به این دقت کنید، در اینجا بر روی این شاهین پله‌های رسیدن به خرد، به آگاهی، عدد 13 است و می‌بینید که این عدد برای فراماسون‌ها اهمیت بسیاری دارد. برای مثال، بر روی 1 دلاری آمریکا می‌بینید که به جای شاهین از عقاب استفاده شده است. در اینجا 13 برگ در شاخه‌های زیتون وجود دارد. 13 خط سیاه و سفید در سپر وجود دارد. 13 تیر در پنجه‌های عقاب وجود دارد. بر روی روبان نوشته شده است ای پلوریبوس اونوم، یعنی یکی از میان همه، و این جمله 13 حرف دارد. 13 ستاره در تاج بالا وجود دارد. در سمت راست رشته ای از 13 مروارید به سمت لبه اسکناس کشیده شده است. 13 سنگ گرانیت در این هرم وجود دارد و چشم جهانبین از آن جدا شده است. 13 حرف در جمله لاتین بالای هرم وجود دارد و در نهایت در جمله این گاد وی تراست 12 حرف وجود دارد. خب چند حرف از 13 تا کم داریم؟ بله، 1 حرف، و کلید اصلی همین 1 است. متوجه نشدی؟ خب اگر به وبسایت رسمی ناشر فراماسون ها سری بزنید، به وضوح نوشته شده است که این ممکن است که شما را شگفت زده کند که آیین باستانی میتراس همچنان زنده و خوب است.